فاطمه گل، مراد خیلی ترسیده نه؟ به زور خوابوندمش ولی الان خوبه. تو خوبی؟ وقتی چشمامو میبندم قیافه اون کثافت میاد جلوی چشم. پاشو گذاشت تو خونم، دوباره بهم دست زد ولی خوبم. چوب تو لونه ای مار کردم ولی نمیترسم. فاطمه گل، من از اونا نیستم. هزار بار بگو شاید باورت شد. اگه از اونا بودم چرا این کارو باهم میکنن؟ اگه بازم دوستشون باشم این کارو میکنن؟ بازم اونا به همون اندازه که از تو میترسن از من هم میترسن، چون میدونن که من هیچ صدمه‌ای بهت نزدم. سعی نکن سوء استفاده کنی که بد میبینی. اونا نمیدونن ما چه جوری، فکر میکنن با هم حرکت میکنیم، کم کم خطرناکترم میشه. چیزی به عنوان ما وجود نداره. چه تو ببینی چه نبینی، من و تو یه طرفی نیستیم و هیچ وقتم نخواهیم بود. سعی نکن خودتو بیگناه نشون بدی. هرگز، حتی اگه منو ببخشی وجدانم منو نمیبخشه. هیچ وقتم نمیبخشم. باشه، گناهکارم، چون نتونستم ازت محافظت کنم. تا آخر عمرمم خودمو نمیبخشم، اینو هزار بار گفتم. خواهش میکنم بفهم که من از اونا نیستم. کاشکی بتونی به هم اعتماد کنی، چون من بهت صدمه نمیزنم، نمیتونم. بله مریم جون، من همه چی رو فهمیدم. کریم، الان چی میشه؟ نمیفهمم. چی رو فهمیدی؟ هر چیزی رو که تو بهم نگفته بودی. اینکه چه جوری برای پوشوندن گناه اون کثافت رو خودتو فروختی. شنیدم فاطمه گلم میدونه پول گرفتی و ساکت شدی. والا دختر خوبیه، هنوز تو صورتت نگاه میکنه. اگه من جای اون بودم توف میکردم تو صورتت. مریم جون، اون شب تو بیدایی اشارا نشده همه ازت پرسیدم. گفتم راستشو به هم بگو، گفتم از اینا نترس. حالا میفهمم واسه چی ساکت شدی، واسه این که از اونا پول گرفتی. اینطوری نیست. تو داستان اونا رو به هم گفتی. چرا ازشون دفاع کردی ها؟ چرا دروغ گفتی؟ باشه، همه چیو بهت میگم. معلومه که میگی. فردا که اومدم تو چشام نگاه میکنی و همه چیو میگی. متاسفم، هم برای تو هم برای خودم متاسفم. Thank you.
داداش کریم من اومدم. یواشتر. باشه من دم درم. باشه الان میام. چی شده؟ چیزی نیست، تو برو بگیر بخواب. داداش چی شده؟ چیز مهمی نیست. دعوا کردی؟ با چند نفر حرفم شد. داداش سر و وضع تو ببین. کجا با کی؟ بعدم میگم امره، بعدم. میشه تو وقتی من بیام یه چند ساعت پیش فاطمه گل بمونی؟ باشه ولی کجا میری؟ مریم جونینا تا ظهر میان. تا وقتی اونا بیان امره پیشت میمونه. اگه میری تلافی در بیاری تنهایی نرو داداش، بلایی سرت میاد. کجا میری؟